سلام و درود بر شما. آرزو میکنم که همه خوب سلامت باشین. زندگی خستکان، زندگی کسل کننده و زندگی تکراری چیزیست که ما تمام ما ازش بی نهایت متنفر هستیم. ولی پرسشی است که باز چرا تکرار میشه؟ چرا نمیتونیم از این حلقه معیوب و وحشتناک و تکراری خود ما را جدا بکنیم؟ چرا نمیتونیم به زندگی ما یک رنگ تازه، یک نفس تازه و یک صفحه جدید باز بکنیم؟ چرا باز هم زندگی تکراری؟ چرا باز هم زندگی خسته کننده و کسل کننده؟ این پرسش ها تمامش در ذهن شماست، من هیچ شک ندارم. در کنار از او، ما وقت پیام هایی را که روزمره دریافت میکنم، یکی از کلانترین مباحثش ای است که ما بسیار خسته شدیم، زندگی ما بسیار تکراری شده، نمیفهمیم چه کار بکنیم، افسردگی به دنبال ما آمده، استرس به دنبال ما آمده، غم و غصه به دنبال ما آمده. حتی شاید باورتان نیاید و هیچ گونه اغراق نیست، برخی ها پیام میمونند که حتی تا سرحد خودکشی و جان خود گرفتن فکر میکنن. یعنی واقعا خودکشی یک چیزیست که من اصلا دوست ندارم روی صحبت بکنم، ولی پیام هاییست که من دریافت میکنم از بس که تصور میکنن زندگیشان گیر کرده، زندگیشان متوقف شده در یک جای. با او خاطر من تصور کردم که شاید آل بهترین لحظه باشه که من یک چنین برنامه را بسازم که بیایم و پیدا بکنیم که چرا زندگی خسته کننده میشه، چرا زندگی تکرار میشه و ما را وارد یک حلقه میسازه که هر روز چیزهای مشابه انجام میدیم. مثلا صبح وقت از خواب بیدار میشیم، میریم به سراغ موبایل خود، نیم ساعت یک ساعت بستگی داره به یک شما چقدر معتاد هستین با موبایلتان، پس دوباره موبایل میمانه. باز یکی دو از پرسش هایست که ذهنتان میگرده، چه خواهد شد فردا، چه خواهد شد، چی اتفاق بعد قرار است بیفته؟ درست. و یا هم پیش خودتان میگین که فردای کارا میکنم، پس فردای کارا میکنم، در حالی که خودتان انصافا در درون ذهنتان میفهمید که هیچ گونه تصمیم ندارین کارا بکنین، فقط با خودتان یک توهم تکرار میکنین. اگر از چنین وضعیت شما رنج میبرین و زندگیتان به این نقطه رسیده که واقعا در برابرتان یک دیوار است و زندگیتان تکراری، خسته کننده و کسل کننده است، این برنامه قطعا بر شماست. در این برنامه من تلاش میکنم که برای شما از یافته های علمی، از آخرین تجارب اکادمیک که در عالم امروز اتفاق افتیده، برای شما اول پیدا بکنیم که چرا زندگی ما خسته کننده میشه. یک، دو، چطور بتانیم از این زندگی خسته کننده پای خود فراتر بگذاریم و وارد یک صفحه جدید شویم. و سومی که حداقل تجارب عملی که ما و برخی از کسایی که به اصطلاح کتابای بزرگ در زمین نوشته کردن چی است، چطور روش های اینا پیدا کردن که اتفاقا به درخواست بسیاری های شما ما تلاش کردم که یک تخته صفحه اینجا بگذارم و ایم به احترام خواست شما است که من روز قبل برخی از اشکال هم میخواستم بر شما نشان بدم، ولی شما گفتین که در کتابچه مشخص نمیشه. به او خاطر من اینجا یک وایت بورد یا تخته سفید هم گذاشتیم که بدتر بر شما من روش های را نشان بدم که زندگی خسته کننده چه قسم شما بیرو براین و در پالوی از یک زندگی کاملا تازه مثل افراد موفقه داشته باشین. اما قبل از اینکه من وارد از این بحث شوم، دو تا قانون را که من در برنامه گذاشته گفته بودم، این که من کامنت های برخی از شما را اینجا لست میکنم که بیننده ها بتانن با کارهای شما آشنایی پیدا بکنن، و اما یک سوی تفاهم فکر میکنم اتفاق افتید. هدف من اینطور بود که دو تا قانون مثل زنجیر به هم مرتبط است. شما ما درخواست من این بود که بر علاوه که کامنت میگذارین، شما هم کامنت تان به علاوه عنوان از امو برنامه که در زیر شما کامنت گذاشتین یک عکسش یا اسکرین شاتش بگیریم، بعد اینستاگرام اینجا تگ بکنین که من بتونم اکانت اینستاگرام بتونم معرفی بکنم، هم اکانت یوتیوب بتونم. ولی فکر میکنم سوی تفاهم شده بود. به هر روی امروز ما تلاش میکنم که حداقل چند کامنت و در اینستاگرام، چون نفهمیدین فکر میکنم یک سوی تفاهم شده بود، بازم من فکر میکنم یک یا دو نفر فهمیده بودن که من اکانت هایشون اینجا میگذارم. عالمی بود از دو تا قانونی که
در برنامه گذاشته گفته بودم و در برنامه های آینده هم ای تکرار میشه. بنان میتونین کامنت بگذارین، حتی پرسش میتونین بکنین که من تلاش میکنم پس از این در هفته یک برنامه پرسش و پاسخ داشته باشیم، به با اصطلاح انگلیسیش Q&A داشته باشیم که شما پرسش هایتان رو در کامنت بگیرین و من برای شما پاسخ بدم. حالا میایم روی دلیل از این که چرا زندگی خسته کننده میشه. بزرگترین دلیل را که دانشمندا و کتابها و مقالات علمی براش پیدا کردن که چرا زندگی خسته کننده میشه میفهمین چی است؟ دلیلش ای است که ما ریسک نمیگیریم. یک مقدار شاید براتون عجیب به نظر برسه، ولی هدف ما از ریسک چی است ما بدتر براتون شرح میتونم. ولی حالا تو براتون میخوایم بگویم که 100% میپذیرین که شما همیشه کسایی که زندگیشون خسته کننده است خواستین که راحت باشه. درست. خواستین که از قضاوت ها دور باشین. درست. خواستین که همیشه در ساحه امن یا در منطقه امن زندگیتان باشین، یا به اصطلاح انگلیسیش در کامفورت زونتان باشین. هیچگاهی نخواستین او را ترک بکنین، از ساحه امن یا از منطقه امنتان هیچگاهی نخواستین پایتان بیرون بگذارین، و یا هم زحمت زیاد به اندازه دیگران نکشیدین، تنبلی در همیشه رفیق یارتان ساختین و قدم بعدی و قدم بیشتر شما نگذاشتین. بمو دلیل است که زندگی شما خسته کننده است. بمو دلیل است که شما هیچ یک هیجان، یک شور، یک تحول جدید در زندگی تا نمیبینین. این ریسک میتونه هر چیز باشه. مثلا من مثال زنده میتونم. فرض کنین شما میخواین یک چنل یوتیوب بسازین. درست. امی ریسک شما نمیگیرین. اگر شما یک چنل یوتیوب بسازین قطعا یک چیز جدید است در زندگی تان. یک بحث نو میاد در زندگیتان. دیگه شما و زندگی تکراریتان نیست که صبح از خواب میخیزین من با موبایلتان باز پرسش ها، باز چرت زدن، باز از او افسردگی، بعد از او باز امی حلقه را شما تکرار میکنه که حلقه معیوب و بیماره. ولی شما اگر یک ریسک بگیرین، به ویژه ریسک های محاسبه شده ره، شما زندگیتان وارد یک فاز جدید میسازین. و یا این میتونه نوشتن یک کتاب باشه. ای ریسک میتونه سفر به یک شهر جدید باشه، به یک کشور جدید باشه. ای ریسک میتونه شروع تجارت تان باشه. ای ریسک میتونه تماس گرفتن به یک جای باشه. ای ریسک میتونه شرکت در یک آزمون، یک امتحان باشه. ولی هیچ کدام از این شما نمیخواین انجام بتین، به دلیل از اینکه ساحه امنتان نمیخواین پایتان فراتر بگذاریم، به مو خاطر است که زندگیتان خسته کننده شده. ایره که باید بپذیریم. اگر تا هنوز نمیفهمیدین و این پرسش بود و شاید بعضی وقتا خود را قربانی اسم میکردین که شاید شرایط، شاید دوران، شاید زمان، شاید محیط که هستین، شاید دوستان، شاید خانواده، تمام از جا باعث شده که زندگی شما خسته کننده است، یا شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که پیش آمده، ولی را باید بپذیریم که 50% یا 80% خسته کننده بودن زندگی ما مقصرش خود ما هستیم. بخاطر که هیچگاهی ما ریسک نگرفتیم. همیشه خواستیم در سایه امن باشیم، همیشه جرأت و جسارت در درون خود کشتیم. اینه خوب باید بپذیریم. درست. مثلا چرا چینل یوتیوب شروع نمیکنین؟ از قضاوت ها میترسین، یا پیش خود فکر میکنین که اگه مردم نبینه چی؟ اگه وقت انرژی مزایی شود چی؟ اگه تجارت من شروع کنم کسی نیایه و مشتری پیدا نکنم؟ اگه کتاب من بنویسم کسی نخونه؟ یعنی تمام از اینا یک ریسک است، ولی شما ایره نمیگیرین. درست. بناهن یک بحث بسیار ارزشمندی است، این با گوش های باز بشنوین، که هیچ چیز جدید، هیچ چیز فوقلاده، هیچ چیز تازه در زندگی شما اتفاق نمیفته مگر اینکه شما از ساحه امنتان، یا به اصطلاح انگلیسیش از کامفورت زونتان بیرون نرین. زندگیتان از حالت خسته کننده و کسل کننده به اصطلاح فارغ نمیشین مگر اینکه شما از ساحه امنتان بیرون براین و سرتان بلند بگیرین. این دلیل اصلی بدانین که خسته کننده بودن زندگی شما ای است که شما در ساحه امنتان هستین. و حال ما به خاطر از اینکه بر شما مشخص بسازم که چرا وقت ما در ساحه امن خود هستیم در زندگی ما یک تحول جدید ایجاد نمیشه، این را میخواییم بر شما ما به شکل نشان بدم که مراد ما از کامفورت زون یا ساحه امن چی است. شما این دایره را که من ترسیم میکنم مد نظر بگیرید. درون از این دایره امو زندگی خسته کننده شماست، امو ساحه امن شماست، امو ناحیه امن شماست، امو منطقه امن شماست. و چی است درون از این؟ در اینجا اولین چیز تکراری بودن است. همه چیز تکراری. در اینجا افسردگی است.
در اینجا تنبلی است، درست؟ یا در اینجا آینده نامعلوم است، آینده نامعلوم است، یا با می ترتیب هر آن چیز منفی دیگه را که شما میتونین در درون از این دایره شما وارد بسازین. تمام از این میفهمین چی است؟ ساحه امن زندگی تان است. اما به مجرد که شما جرأت و جسارت از این را پیدا بکنین که از امی ساحه امن پایتان بیرون بانین، میفهمین؟ اجازه بدین که بر شما نشان بدم. پیشتر من گفتم که شما ریسک نمیگیرین. مراد من از ریسک گرفتن چی است؟ که شما یک دریچه باز بکنین در اینجا، دور کنین خستگی را، دور کنین تنبلی را، دور کنین ای که شما همیشه در ذهنتان چیزهایی را تکرار میکنین ولی در دنیای واقعی هیچ کار انجام نمیتین. یک دریچه باز بکنین، وقتی که شما از ساحه امن پایتان بیرون میمانین، میفهمین؟ تمام چیزهای منفی جای خوده به پدیده های مثبت میده. مثلا اینجا خوشبختی است، درست؟ اینجا هیجان است، اینجا تکرار نبودن عادت های روزمره تان است، اینجا پیروزی است، اینجا موفقیت است، از همه مهمتر روان سالم است. میفهمین؟ یک دانشمند بزرگ در یک جای میگه که وقت در زندگیتان شما یک پرپوز یا هدف یا یک چیزی نداشته باشین، شما زندگیتان روز بروز وارد یک فاز بسیار وحشتناک میشه، افسردگی، استرس و ده ها مورد که حتی در یک مرحله میتونه تمام زندگی شما را نابود و ویران بسازه. به مو خاطر است که شما از این ساحه امنتان پایتان بیرون بانین. یک چیز نو تجربه بکنین، یک کار نو شروع بکنین، یک ریسک جدید بگیرین. شما ریسک محاسبه شده ما بدتر بر شما در شکل نشان میدم که هدف ما چی است. حداقل ما شخصا چطور ریسک میگیرم یا بعض از افراد دیگه چطور در زندگی خودشان ریسک میگیرن. این یک بحث است که شما از ساحه امنتان تا لحظه که پایتان بیرون نمانین قطعا زندگی تکراری شما باز هم تکرار میشه، باز هم تکرار میشه و باز هم تکرار میشه. حالا اجازه بدین که من یک مورد دیگرم در شکل به شما نشان بدم. یک شوخی هم بکنم، من وقتی که حالا این کار میکنم یادش بخیر دوره دانشگاه و دوره مکتب یادم هم میایم، ولی واقعا لذت میبرم از این که کمک بتانم بکنم یک تعداد با این اشکال، چون بسیاری ها قوه گرفتشان از طریق بیان است. بعضی هم در ذهنشان وقت ترسیم میشه میگیری خواهد روش های آموزش است. من شما ایره میفهمین چهار روش احساسی داره. حالا من بر شما یک چیز دیگه را بر شما نشان میتونم و او را در ذهنتان شما حک بکنین. ما انسان ها، ذهن ما، خوب به دقت گوش کنین، ذهن ما انسان ها به گونه برنامه ریزی شده که ما را همیشه دوست داره امن نگاه بکنه. یعنی اجداد ما از وقتی که به اصطلاح انسان آمده تا به انسان امروزی، دماغ ما یا مغز ما طور برنامه ریزی شده که همیشه ما را به خاطر که جان ما در امان بانه ما را میخواید در یک ساحه امن نگاه بکنه. بلکه برنامه ذهن ما طور برنامه ریزی نشده که ما را به طرف موفقیت ببره. باز تکرار میکنم، ذهن ما انسان ها طور برنامه ریزی شده که ما را در امن و امان میخواه نگاه بکنه، نه ای که به طرف موفقیت بکشانه. ای همه طور برنامه ریزی شده. ولی ما به خاطری که شما خوب بفهمید این دایره را شما ذهنتان مد نظر بگیرید. ذهنتان تیوری را که حالا بر شما بیان میکنم ای است که ما انسان ها در زندگی وقت زندگی ما خسته کننده میشه. دلیلش این است که برده افکار خود میشیم، برده ذهن خود میشیم. ذهن ما را معتاد میسازه در زندگی خسته کننده. و دلیلش هم من گفتم که از لحاظ طبی ده ها تا تحقیق در زمینه شده که ذهن ما طور برنامه‌ریزی شده که ما را همیشه میخواد حفظ بکنه، در امن امنیت نگاه بکنه، هیچگاهی به طرف موفقیت، به طرف ریسک نمیبره، به خاطر که همون تو برنامه‌ریزی شده که ما مثلا آسیب نبینیم. این ذهن ماست، درست؟ و ذهن ما را چه قسم برنامه ریزی کرده؟ چه قسم ما را برده خود می سازه؟ شما تمام از این تیرها را مد نظر بگیره، درست؟ هر روز
عین مسیر میخواد بر ما یادآوری بکنه. هر روز عین مسیر میخواد بر ما یادآوری بکنه. آل وظیفه ما چی است؟ ذهن بعض وقتا باید گول بزنیم، فریب باید بتیم. از بردگی و از اسارت ذهن خود برای ما چه شدیم؟ برده ذهن خود شدیم. برده ذهن خود شدیم. به مو خاطر است که زندگی ما خسته کننده است. ذهن همیشه بر ما میگه که تو نمیتونی، تو ناتوان هستی، زندگیت خسته کننده است، تو استعداد نداری، تو توانایی نداری، تو به اندازه دیگرها خوب نیستی. ریسک نگی، چی میکنی ریسک گرفته؟ باش در ساحه امنت باش. درست؟ به مو خاطر هر روزی رو شما میتونین روز فکر کنین، هر تیره هفته فکر کنین، ماه فکر کنین، سال فکر کنین، فرق نمیکنه. ولی ذهن همیشه هر روز به ما امیرت میخواد مخابره بکنه، هر روز به ما میگه میگه. ولی روشی که شما ذهن فریب بتین چی است؟ برخلافش وقت فردا یا می لحظه شما این برنامه را میبینین، مسیر از این تیره شما برخلافش بسازین. یک روز یک ریسک بگیرین، یک روز یک کار جدید انجام بتین. برین میخواین بر جای سفر کنین، سفر بکنین. برین میخواین اگه امتحان شرکت کنین، شرکت بکنین. برین میخواین تجارت تانو شروع کنین، واقعا شروع بکنین. ای تیره دنبال بکنین، نه ای تیرای تکراری ره. به خاطر گفتم ایره مطالعات روانشناسی و روانشناختی نشان میده که ما برده افکار و برده ذهن خود میشیم. ما را معتاد میسازه به یک روش و ذهن ما طور برنامه‌ریزی شده که ما را میخواد در امن امنیت نگاه بکنه. ما باید برخلافش حرکت بکنیم. و انسانایی که معمولا برخلاف حرکت میکنن، او کسایی است که موفق است، اما کسایی است که ایدئال شماست. هیچ گاهی در این ساحه امن، در این ساحه امن هیچ چیز اتفاق نمیفته. در این منطقه امن هیچ چیز اتفاق نمیفته. شما را هر روز به یک مسیر، به یک راه تکراری هدایت میکنه و طرف بالا شما بره. این بحث دیگه بود که خواستم برای شما به شکل منشان بتونم که در ذهنتان بانه که از فردا امی جرأت، امی جسارت شما بگیرین که برین یک کار جدید انجام بدین. این مسیر است که تکرار بودن زندگی شما را میشکنه، تکراری بودن زندگی شما را از بین میبره، به جایش تازگی میده. درست؟ به جایش یک صفحه جدید باز میکنه. این کار و این شکل در ذهنتان شما یادداشت بگیرین و انجامش بدین. بحث دیگه را که میخوایم برای شما اینجا نشان بتون و او بحث از ایست که شما چطور بتونین وقت ریسک میگیرین ریسکتان محاسبه شده باشه. منظور من یک شوخی بکنم وقتی حالا ریسک میگم، هدف من این نیست که شما مثلا بین از فراز بوت بامیان خود پایان پرتین، یا بخواین که اگه امتحان بکنین، یا برین در عمیق‌ترین دریا بازی بکنین، یا نمیدانم از این لحظه هر چی سرمایه دارین برین شما در مثلا اگر سرمایه گذاری میکنین در یکی از به اصطلاح وبسایت ها برین سرمایه گذاری بکنین، یا تمام تجارتتون بدون از اینکه دخل و خرج بکنین برین هر چی سرمایه دارین شما مصرف بکنین. هدف ما اون یک چیز نیست که حالا سوی تعبیر نشه، به اصطلاح انگلیسیش میگم calculated risks، یعنی ریسک های محاسبه شده شما بگین. و این روش هم دارن که چطور شما میتونین او رو انجام بتین و حالا برای شما من او رو کم کم بیان میکنم. چیزی که بسیار مهم است و میخوایم در اینجا انجام بتون، دو تا نقطه است. یک، ای را همه پذیران با ای را تمام دانشمندان پذیرفتن که ما انسان ها انعطاف ما یا قدرت ما در برابر ریسک گرفتن از هر انسان تا انسان دیگه فرق میکنه. همونطور که برخی از مواقع در استعدادها فرق میکنه، از یکی در ساینس هست، از یکی در علوم اجتماعی هست، از یکی در نمیدانم در هنر هست، از یکی در موسیقی هست. درست؟ رفتن یا گرفتن ریسک هم به هر انسان فرق میکنه. برخی ها کم به اصطلاح در برابرش عادت دارن، برخی ها بسیار زیاد در برابر ریسک میتونن تحمل داشته باشن. به او هم دلیلش است که او تکرار کردن و ریسک زندگی گرفتن. یعنی ریسک اگر من یک مثال ساده برای شما بزنم، مثل یک عضله است که شما وقتی در زندگیتان یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه ریسک میگیرین، بالاخره در یک جای شما میرسین که دیگر ریسک گرفتن زیاد برای شما او ترس و او بیمه نداره. بنان حال بدون در نظر داشت از اینکه شما در کدام منطقه قرار دارید، مثلا ایرا بازم مگه بر شما نشان بتم، شما این خط فکر بکنین. درست؟ این خط شما فکر بکنین، ایرا مرحله آخر ریسک فکر بکنین. درست؟ یا خطر فکر بکنین. برخی ها در این منطقه است، برخی های دیگه در اینجا است، برخی های دیگه در اینجا است. فرق نمی کنه که شما در کدام نقطه از این گراف قرار دارین، یعنی سطح تحمل پذیری شما در برابر ریسک چقدر است. این زیاد بحث کلان نیست. اولین قدم به خاطر که شما بتانین
سطح تحمل پذیری تان در برابر ریسک زیاد بسازین، یک قدم ساده انجام بتین و او ای است که از ساحه امنتان لطفاً خارج شوین. ای ساحه امن بر هر کس میتونه هر چیز باشه، ولی به خاطر از اینکه شما سطح ریسک تان، یعنی تحمل پذیری تان بلند ببین، از ساحه امن خارج شوین. یک خوشبختی و خبر خوش دیگه ای است که یک مطالعه به واسطه مرکز فناوری دانشگاه کمبریج صورت گرفته و این مطالعه نشان میده که افرادی که سطح تعامل پذیریشان بسیار زیاد است، در تمامی جوامع میفهمین چه کسایی هستند، کارآفرینا. خوب با صدای بلند دوباره تکرار میکنم، افرادی که سطح تحمل پذیریشان در برابر ریسک زیاد است، کارآفرینا است. یعنی بعضی وقتا باید ما از اونا یاد بگیریم. من برای شما شرح میتونم مثلا این افراد ویژگی هایشان چی است. امی موبایل که امی لحظه من دست خود دارم، امی لپتاپ که در برابر من اینجا قرار داشته شده، یا تمام وسایل دیگه را که شما در اطراف میبین یا در خانه میبین یا در محیط کارتان میبینین، میفهمین ای به واسطه کسای ساخته شده که ریسک پذیر بوده، نه به واسطه کسایی که در محیط امن یا در ساحه امن خود قرار داشته. اگر شما امروز موبایل میبینین، اگر شما امروز تلویزیون است یا هر وسیله پیشرفته‌ای را که زندگی بشریت بسیار زیاد سهولت برش بخشیده را میبینین، این به واسطه افرادی که در ساحه امن خود ساخته نشده. این را فراموش نکنین. به مو خاطر از دانشگاه کمبریج هم نشان میده تحقیق خود که کارآفرینا ویژگیش است که میرن به طرف هم کاری که حتی نامعلوم است. یعنی یکی از چیزهایی که ما را مانع میشه که ما به طرف یک کار جدید نریم و زندگی خود از یلقه معیوب خسته کنندگی بیرون بکشیم، میفهمین چی است؟ این است که ما نمیخوایم به طرف یک ساحه ناامن، به طرف یک ساحه که نمیفهمیم یا ناشناخته است پای خود بالیم. ولی کارآفرینا چی میکنه؟ میره اولین قرض خود میگیره، میره اولین دکان خود باز میکنه، میره اولین به اصطلاح محصول خود بازار عرضه میکنه. یعنی این جرأت، جسارت و این تحمل پذیری در برابر ریسک از امروز اول اینا به گردن میگیرن و میرن. از اون خاطر است که من یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر شما امروز موبایل میبینین، تلویزیون میبینین، لپتاپ میبینین یا هر وسیله که زندگی شما را آسان ساخته را میبینین، این به واسطه افراد ساخته شده که ریسک گرفتن، خطر تحمل کردن، از ساحه امن خود بیرون شدن، تنبلی را کنار گذاشتن. درست؟ و از امون خاطر است که زندگی از اصلا خسته کننده نیست. یک کس زنگ میزنه محصول چطور شد، من میخوایم امروز کار بکنم، می فردا یک کس ملاقات داره، ارتباطات میکنه، نتورکینگ است، یک زندگی عجیب و غریب پر هیجان وارد صفحه زندگیش میشه که اصلا نه افسردگی است، نه غم است، نه غصه است، نه بیکاری است، نه چرت زدن است. درست؟ با او خاطر ای مطالعه دانشگاه کمبریج بسیار فوق العاده بود. موضوع خاطر خواستم بر شما بگم که اگر شما میخواین یاد بگیرین، یکی از کسایی را که میخواین آثارش را بخوانین، کتابش را بخوانین، مصاحبهش را گوش کنین، کارآفرین است. ای از استیو جابز شروع میشه تا ایلان ماسک، تا جف بزوس، تا مارک زاکربرگ یا افراد دیگه که جهان متحول ساختن، یا هنری فورد یا هر کس دیگه که است، یا به می ترتیب کارآفرینای زیاد دیگه در کشورهای دیگه است که شما میبینید که از یک جای بسیار صفری شروع کردن، مثلا از یک گراج شروع کردن، از یک اتاق لیلیه شروع کردن، ولی بالاخره جهان متحول ساختن. این نقطه دیگه بود که من خواستم برای شما یادآوری بکنم. بازم یک شوخی میکنم به خاطر که برنامه زیاد علمی و اکادمیک است، اگر از گاه یک لبخندم در لبایتان ایجاد شود بد نیست. منظور من این نیست که آلرس گفتم شما برین حتما یک اوبر دیگر را بسازین، کمپانیش هم رای خسرو داراشایی رقابت بکنین، یا فیسبوک بدی را بسازین، ولی اگر میتونین ساخته که هنوز نور الان نور هیچ بدی نداره. ولی منظور من است که زیادم بزرگ فکر نکنین که یعنی به حدی او بزرگ باشه که شانه های شما را خرد و خمیر بکنه. اولین دسکی است که اگر میخواین در برابر یک جمع 100 نفری صحبت بکنین، برین در برابر یک رفیقتان صحبت بکنین، در برابر یک دوست تا دوست بسیار نزدیکتان صحبت بکنین. اگر میخواین که مثلا در برابر کامره صحبت کردن یاد بگیرین، برین یک جای اولین کس موبایل خودتان صحبت بکنین. آیست آیست امو گفتم شما این سطح تعامل پذیری را میتونین زیاد بسازین. اگر فعلا شما در این نقطه هستین، قدم اول اینجا بیاین. یعنی هدف من اینه که شما مستقیم در اینجا بیاین، تمام دار ندارتان یک شبه مثلا قمار بزنین. هدف ما چون این ریسک نیست، ریسک محاسبه شده است. البته من بر شما در گراف نشان میدم که مراد ما چی است و چطور شما میتونین محاسبه بکنین و چطور زندگیتون از وضعیت خسته کننده بیرون بسازین. یعنی هدف ما این است که قدم اوله
یا به انگلیسی بیبی استپس میگه، یعنی قدمای طفلگونه یا کودکانه را شما بردارین، مثل مفتینی استارت شوین، بعد قدم بعدی، بعد قدم بعدی. این بحث دیگه بود که خواستم من بر شما یادآوری بکنم. موضوع دوم و بسیار با اهمیتی است که چرا ما ریسک نمیگیریم، چرا در زندگی خود یک انرژی و یک صفحه جدید باز نمیکنیم. میفهمین دلیلش چی است؟ دلیلش شک است. شک کردن به خود ما، تردید داشتن به خود ما، به توانایی های ما، به مهارت های ما، به استعداد های ما. اما خاطر است که ما یک کار جدید انجام نمیتیم. و ما در برنامه گذاشتم بر شما گفتیم که ده ها تا سندروم یا به اصطلاح پدیده های روانشناختی وجود داره که ما انسان ها را فکر میکنیم که منفی هستیم، بد هستیم، ناتوان هستیم. ای شما تنها نیستین. میلیون ها میلیون انسان در می وادی گرفتار شدن، در می زنجیر، در می تله گرفتار شدن، ولی شما میتونین ایره وقتی حال فهمیدین دیگه پایتان از این تله رها بکنین. و او دلیل است که شما امو شک به خودتان کنار بگذارین. مال بر شما یک روش بسیار ساده را میگم، یک پرسش که زندگیتان را در این منطقه نجات میده و او چی است؟ و این را شخصا من خود ما در گذشته تکرار کردیم و حال این شاید بگویم که یک فرمول جادویی شده، یک راز است و این راز اینم یک پرسش است. و او پرسش چی است؟ هر زمان میخواستین یک کار جدید انجام بدین و زندگیتان از حالت تکراری بیرون بکشین، این پرسش انجام بدین و این شک به خودتان هم رفع میکنه. او ای است که به خودتان بگوین که بدترین حالت ممکن چی بوده میتونه، بدترین حالت ممکن چی بوده میتونه وقتی من یک کار انجام میتونم. باز این مثال مثلا چینل یوتیوب برای شما من میگم، بدترین حالتی است که هیچ کس برنامه شما رو نمیبینه، بدترین حالتی است که شما وقت میمانین، زمان میمانین، مصرف میکنین، وسایل میگیرین، ولی مردم برای شما مثلا موارد رو میگه که به اصطلاح به شما خوشایند نیست. درست؟ وقتی این پرسش شما انجام میتین، اجازه بدین که من این پرسش هم اینجا برای شما نشان بدم که یک مقدار فهمش آسان تر شود. پرسش چی است؟ یعنی بدترین حالت ممکن چی است؟ بدترین حالت ممکن چی است؟ A مثلا یوتیوب یا تجارت تا نمیگم، من تجارت را شروع میکنین، مشتری پیدا نمیکنین، هنوز شروع نکردین، در ذهنتون شما این پرسش را انجام میدین. درست؟ یا نمیفهمون میخواین یک جای سفر بکنین، بدترین حالت، در مقصد نمیرسین، موتر خراب میشه، نمیدونم هزار تا مورد دیگه. وقتی پرسش انجام میدین، پاسخش که اینجا شما پیدا میکنین، میبینین که اونقدرم وحشتناک و ترسناک و بیمناک نبوده که شما فکر میکردین. یعنی این فرمول واقعا جادویی است. این پرسش یک راز جادویی است. به خاطر که شما یک کار جدید انجام بدین، این پرسش از خودتان انجام بدین که چی چیز بد میتونه اتفاق بفته. میخواین در یک جمع سخنرانی بکنین، خب بدترین حالت چه پیش خودتان قیاس بکنین؟ مردم میخندن؟ مردم شما را جدی نمیگیره؟ مردم گوش نمیکنه؟ وقتی شما پیش از پیش پاسخهایش در ذهنتان میاره، میفهمین که قدرم بد و وحشتناک ترسناک نبوده. از امو خاطر است که شما را جرأت میده که خب میگین بدرک، گیرم که مردم خندید، گیرم که مردم جدی نگرفت، باک نیست، ولی من قدم خودم میمارم، من زندگیم از وضعیت خستگان بیرون میسازم. ای یک راز یا یک فرمول جادوی دیگه بود که من برای شما گفتم. بعد تا من شخصا خودم در زندگی تا می لحظه تا می جایی که آمدیم، پرسش همیشه با خودم گفتیم که بدترین حالت ممکن چی بودم میتونه. یا بحث ناحیه امن یا ساحه امن، همیشه شما صبح وقت از خواب بیدار میشین، برای خودتان بگین که چی کار میتونم که من ساحه امن خود بیرون شوم. درست؟ چی کار میتونم که زندگی از حالت تکراری خارج شوه و یک فاز جدید، یک صفحه جدید بیاره. و حالا هم بدتر، من بر شما یک فرمول نشان میتونم که هم فوق العاده است، بی نظیر است، که شما از طریق قضی میتونین محاسبه بکنین ریسک، یعنی سبک سنگین بکنین که عمل بکنم چی میشه، عمل نکنم چی میشه. حالا همونطور که من گفتم، من برای شما نشان میتم که شما چطور بتانین محاسبه بکنین یک کار وقتی میخواین انجام بتین، پیش از پیش چطور محاسبه بکنین. شما این شکل مد نظر بگیرین. شما این گراف یا این شکل شما مد نظر بگیرین. من با چهار ناحیه این را تقسیم کردیم. درست؟ این چهار ناحیه چی است؟ قسمت اولش هم برای شما نامگذاری میکنم، یعنی قیمت
قیمت عمل نکردن. قیمت عمل نکردن، درست؟ قسمت دوم، پاداش عمل نکردن. اینجا قیمت عمل کردن برخلاف ازی است. اینجا پاداش عمل کردن. پاداش عمل کردن. بسیار خوب. میخواین یک کار انجام بدین. صحیحست؟ همیشه این چارت مد نظر داشته باشین. این واقعا کمک میکنه، یعنی زندگیتان متحول میسازه. حالا به خاطر از اینکه من برای شما بازی ساخته باشم، من از یک رنگ دیگه استفاده میکنم که واضح تر شوه. مثلا قیمت عمل نکردن، شما یک کار انجام نمیتین، میخواین در مساحی امن در زندگی تکراریتان باشه، چی بوده میتونه؟ قیمتش است، یعنی قیمت شما میپردازین. او بس ازی است که مثلا بودن در موقعیتی که دوست ندارم، درست؟ کار که انجام نمیتین، قدم جدید که نمیتین، تمام شما در موقعیتی هستین که دوست ندارین، در موقعیت قبلیتان هستین، درست؟ بودن در شغل یا وظیفه که دوست ندارم، درست؟ قیمت هست، میپردازین، عمل نکنین، مجبور هستین شما قیمت ها را بپردازین. افسردگی، درست؟ قیمت است. وقتی شما کار نو نکنین، یک تحول در زندگیتان ایجاد نمیشه. یا به می ترتیب هر بحث دیگه را که شما در زندگی تکراریتان میبینید، این قیمت هایی است که شما میپردازید. پاداش عمل نکردن چی است؟ مثلا ثبات در معاشتان. معاشتان عدس نمیتین. مثلا در وظیفه هستی؟ من پیشتر گفتم در شغل. در وظیفه که هستی، وظیفه را عدس نمیتین؟ با وجود که دوست ندارین ولی نمیخواین یک کار نو بکنین، بنان یک ثبات است. این پاداش است. او طرف قیمت بود میپنی، پاداش است. انجام نمیتین ولی پاداش است. ماشتون عدس نمیتین. یا مثلا یک کار نو نمیکنین، دوری از قضاوت. از قضاوت مردم دور هستین، کار نو نمیکنین ولی هیچ کس هم شما را چیزی نمیگه. ولی یک مطلع همیجه یادم آمد، یک گفته مشهور است، میگه که هر زمان که شما احساس کردین که مردم چیزی در مورد شما نمیگه، بفهمین که شما زندگیتان استاد است. شما در زندگیتان یک تحول کلان نداری. یا مثلا چیز دیگه که در این زمینه است و شما را میتونه کمک بکنه، مثلا ثبات در معاشتان است، دوری از قضاوتتان است، دیگه در ساحه امنتان هستین. هیچ گونه به اصطلاح زحمت و سحرخیزی و شب تا وقت بیدار بودن نیست، یا پاداش هایی است که شما به دست میارین. دقیق. حالا من سر قیمت عمل کردن، وقتی شما عمل میکنین چی قیمت باید بپردازین، درست؟ در اینجا ماش را دست میتین. مثلا ماش یا امتیازتانه از دست میدین، صحیحست؟ یا در ماه اول یا وقتی شما تجارت نو شروع میکنین، شما هزینه میکنین، یا وظیفه را چون دست دادین، شما ماشتان یا امتیازتان کاملا از بین رفت. این قیمت است که میپردازین، درست؟ یا مثلا در اینجا تمام چیزهای جانبی دیگر را شما دست میتین. مثلا شما اگر یک ترانسپورت داشتین از طرف دفترتان یا از طرف خانه، یا بیمه صحی داشتین یا بیمه کاری داشتین، درست؟ این شما ای بیمه را دست میتین، به خاطر از اینکه شما ریسک گرفتین. قیمت است، صحیح؟ قیمت عمل کردن است. یا مثلا در اینجا شما مورد قضاوت قرار میگیره، درست؟ قضاوت قرار میگیرین، مردم برتان هر چیز میگه، ریسک میگیرین. یا قیمت های عمل کردن است. حال پاداش عمل کردن چی است؟ یا قیمت هایی بود که شما اگر عمل کنین میپردازین، پاداشش چی است؟ در پاداش شما یک مرتبه اگر ریسک بگیرین و تجارتتان رونق پیدا بکنه، کتابتان پرفروش شوه، چنلتان پربیننده شوه، امتیازتان یا ماشتان یک مرتبه اتیک سایر میگیره. اگر شما مثلا یک ماش بخورنمی داشته باشین، وقتی شما تجارتتان شروع میکنین، دیگه امتیازتان امتیاز قبلی نیست. این پاداش عمل کردن است که شما به دست میارین. دیگه که بسیار مهم است، حداقل شخصا بر من بسیار مهم است، شما با چیزی که علاقه دارین او را تبدیل به کارتان میکنین. یعنی علاقه تان
مساعی میشه به کارتان. شما مثلا دوست دارین که فرض مثال یک عکاس باشین، ولی حالا شما در یک رشته کار میکنین انجینری. شما میخواین طبیب باشین، حالا شما کار میکنین مثلا در یک رشته که اصلا مخالف علاقه تان است. به او خاطر شما علاقه تان قربانی میکنین، به وظیفه تان قربانی میکنین، به معاشتان. در اینجا وقتی شما این کار انجام میتین، علاقه تان مساعی میشه به کارتان. این هم پاداش عمل کردن است. و بحث دیگه مثلا بین کار و زندگی شما یک خط بسیار مشخص ایجاد میشه. شاید هدف مرا گرفته باشین. شما وقت در جای کار میکنین در سال مثلا یک هفته، دو هفته یا نهایتش یک مرخصتی داشته باشین، ولی تمام عمر شما کار میکنین. زندگیتون مساویس به کار. نه خانواده را دیده میتونین، نه دوست را دیده میتونین، نه رفیق دیده میتونین، نه اطفالتون را دیده میتونین، به خاطر عزیز که شما در مو حلقه معیوب گرفتار شدین. درست؟ این فرمول شما مد نظر بگیریم. من یک مرتبه دیگه هم برای شما اینجا نشان میتونم. با قبل از اینکه شما یک کار انجام بدین، قیمت عمل نکردن، عمل نمیکنین، بودن در موقعی که دوست ندارین، بودن در شغلی که دوست ندارین، افسردگی، غم، تکرار بودن، تمام از یا قیمت عمل نکردن است. عمل نمیکنین، مجبور هستین یارو شما بپردازین. پاداش عمل نکردن، بعضی وقتا عمل نکردن پاداش هم براتون داده نیست، تمام شما قیمت بپردازین. معاشتون حفظ میباشه، از قضاوت ها دور میباشین، در صاحب امنتان هستین، زحمت نیست، سحرخیزی نیست، شب ناوقت رفتن نیست، کارمند نیست، مسائل مرتبط. اما قیمت عمل کردن وقت عملم شما میکنین اینطور نیست که عملم تنها مثبت باشه، یه مسائل منفی خود داره. ماشتن ممکن است دست بتین، جای نداشته باشین، دفتر نداشته باشین، خانواده براتون هر چیز بگه چرا وظیفه ترا کردی، چرا این کارو میکنی، مسائل از این دست. بیمار دست میتین، ده ها تا چیز مثبت شما دست میتین، یا قضاوت ها بدون بالاتون میه. اما پاداش عمل کردن وقتی شما عمل میکنین، اگر یک مرتبه مثل کارافینا را مثالش بر شما دادم، اگر رونق پیدا کرد و تیرتان بعد افخورد، امتیازتان بلند میره. دیگه علاقیتان تبدیل به کارتان میشه، یا به انگلیسی ما داریم که پشنتان تبدیل به اصطلاح به ورکتان میشه. و از همه مهمتر بین کار و زندگیتان شما میتونین که یک خط بسیار واضح ایجاد بکنین. دیگه شما یعنی عمرتانه به بهای کار کردن مصرف نمیکنین شما، بلکه شما وقتی کار میکنین که خودتان میخواین. این فرمول مد نظر بگیرین. آن هدف مایی نیست با شوخی بکنم که فردا تمامتان وظیفایتان را ترک بکنین. درست؟ هر کار خرد و کوچک شما انجام میتین در این فرمول پردین. قیمت عمل نکردن پاداش عمل نکردن، قیمت عمل کردن پاداش عمل کردن. و این شما را کمک میکنه که ریسک محاسبه شده بگیرین. اینجا محاسبه میکنین که سبک سنگین میکنین که به نفعتان است و یا به ضررتان است. این بود برنامه امروز ما در مورد از اینکه چطور زندگی خودم از تکراری بودن بیرون بکشیم. ما اگر بخوایم خلاصش بکنم، یک، اولین دلیل که ما زندگی ما از تکراری بودن خارج نمیشه ریسک نگرفتن است. و دلیلش هم این است که در ساحه امن خود میخواییم باشیم. ذهن ما انسان ها طور برنامه ریزی شده که همیشه میخواییم ما را در امن امنیت نگاه بکنه، هیچگاه به طرف موفقیت ما را نمیکشانه. پرسش که ما را کمک میکنه ما عمل بکنیم این است که پیش خود بگوییم بدترین چیزی ممکن قرار است چی اتفاق بفته. و دیگه به خاطر ریسک گرفتن عمل کردن شما این فرمول را نظر بگیرین. و یک چیز دیگر هم مد آخر اگر بخوایم به گونه پاداش بر شما اینجا بیان بکنم، او هم یک تصویر است که شاید بعض وقتا شما دیده باشید. هر انسانی که عمل میکنه، هر انسانی که ریسک میگیره، شما هر کدام از ایره شما یک پله مد نظر بگیرین. اگر شما زحمت بکشین، یاد بگیرین، قدم بعدی را بانین و از این ساحه امنتان خارج شوین، ایره آدم ای فکر کنین، ایره انسان بی فکر کنین، ایره انسان سی فکر بکنین. انسان ای تنها می منطقه را میتونه ببینه، او فکر میکنه زندگی همین جاست، ولی من برای شما میگم که زندگی تنها چهار دیوار خانه تان نیست، زندگی تنها چهار دیوار وظیفه فعلی تان نیست. دنیا بسیار کلان است و شما همو استعداد همو توانایی را دارین که فراتر از این ساحه را شما ببینین. انسان دوم وقت ریسک میگیره و یک قدم بالا میره و درس میخونه و زحمت میکشه، او میتونه این ساحه را ببینه. درست؟ حتی از انسان بی انسان سی هم است در دنیا کی بیشتر ریسک میگیره، بیشتر زحمت میکشه، بیشتر سختی و زحمت متقبل میشه، او میتونه مکمل این ساحه را ببینه.
و ایره بیشتر به مطالعه میکن، انسان که زیاد مطالعه میکنه وسعت دیدش یا جهانبینیش بسیار بزرگ است. و امیدوار هستم که شما هم از جمله آدمای کتگوری سی باشین، نه کتگوری ای. تا برنامه دیگه، تک تک شما را ما پروردگار میسپارم. امیدوار هستم که برنامه شما را کمک کرده باشه و دیگه از پیامایی که بسیار 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 از دید من یک پیام نامقبول است که حتی از خودکشی بعض وقتها یاد کردن برخی از جوانها از افسردگی، این برنامه شما را کمک کرده باشه که یک تحول و یک صفحه جدید شما در زندگیتان باز کرده باشین. تا برنامه دیگه، بدرود، خدا نگهدار.